این نوار تصویری لحظات وقوع حمله بر گرد همایی عالمان دینی را نشان می‌دهد که از میلاد پیامبر بزرگ اسلام با تلاوت قرآن کریم تجلیل می‌کردند. ظاهراً حمله نیرومندی که همه از عالمان دینی قربانی گرفته است. ظاهراً در صف پیشرو خودش منفجر ساخته که بیشترین تلفات را هم از صفهایی است که در پیشروی تالار نشسته بودند و دیده میشه که داخل تالار یک وضعیت بسیار خرابی را به خود گرفته که قوی بودن انفجار را نشان میده. این حمله بالای ما نبوده، این حمله بالای قرآن بود، این حمله بالای محمد رسول الله بود، این حمله بالای وارثین پیغمبر بود، این را به هیچ توجیه نمیشه. اما این حمله بر مراسمی که در آن نزدیک به 2500 عالم دین شرکت داشتند چگونه اتفاق افتاده است؟ ماموران پلیس به من گفتند که عالمان دینی از برگزاری این مراسم آنان را در جریان نگذاشته بودند. در عوض خودشان شرکت کنندگان را بازرسی می‌کردند. حق مصاحبه نداریم، اگر اینجا استاد میشیم یک رقم کفر بگویم. با ما کدام مکتوبی نامده به جگاگا کن. ما که مکتوب میاد این مردم ما معلوم است. ما جمعیم. مسئول هتل اورانوس میگوید که بارها از تهدیدهای موجود به وزارت داخله اطلاع داده بودند، اما این تهدیدها نادیده گرفته شده است. ما در قسمت اول که مسئولیت دان دروازه را داشتیم، در قسمت ما تدابیر امنیتی که گاردای ماست تلاشی میکردند. دو نقطه دیگر خود محفلدار و امی جناب مفتی صاحب و مسئولین از خودشان چی کرده بودند، امنیت میگرفتند. از سوی هم تمامی کامره های امنیتی محل رویداد را امنیت ملی برای بررسی این رویداد با خود برده است. از در ورودی تالار که یک ایست بازرسی همینجا است، الا رسیدن بر خود تالار که انفجار صورت گرفته، سه جای نیروهای امنیتی و همچنان خود عالمان دین ایست بازرسی ایجاد کردن و مردم را بازرسی میکردن. اما این که چگونه فرد مهاجم خودش از سه ایست بازرسی گذشتانده و به هدف رسانده، پرسشی است که نهادهای امنیتی باید پاسخ بگویند. آنچه را که ما از پلیس کابل دریافت کردم، رسما کدام اسنادی در اختیار پلیس کابل نیست که اینا اطلاع داده باشند و هماهنگی صورت گرفته باشد. حمله شام روز سه‌شنبه هنگامی اتفاق افتاده که شمار زیادی از عالمان دینی از بهر گرامی داشت از میلاد پیامبر بزرگ اسلام گرد آمده بودند. حمله که جان نزدیک به 50 عالم دین را گرفت و بیشتر از 80 تن دیگرشان را راهی بیمارستان ها ساخت.